السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بهترین سرزمین کربلا 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 وعده الحمدلله توفیق شد امسال تونستیم یه بخش به غرفه هایی که داشتیم اضافه بکنیم و اونم ایستگاه خدمات روانشناختی و مشاوره هستش که الان ملاحظه می‌فرمایید. این غرفه ای هستش که در مسائل مربوط به مباحث روانشناختی، حالا اهم از مباحث روانشناختی که حالا عمومی هستش، مباحث ازدواج، مباحث کودک و نوجوان، مشاوره پیش از ازدواج، اینا مسائلی هستش که ما اینجا خدمات رو ارائه میدیم. ولی همینطور که مستحضر هستید، پیاده روی اربعین علل خصوص ایستگاه ها طوری نیستن که بشه گفت اینجا قرار مثلا درمانی صورت بگیره و اینا، نه قطعا این منطقی نیست و خودمونم قبول داریم که همچی کاری صورت نخواهد گرفت. اما این ایستگاه‌ها در حد یه مشاوره و راهنمایی خیلی میتونن مؤثر باشن و در حال راهگشا باشن و اثرگذار باشن و الحمدلله با استقبال گرم مردم، با محبت گرم مردم روبرو شدیم و سال به سال الحمدلله این غرفه‌ها استقبال مردم میگم بیشتر میشه و همین میطلبه که ما بتونیم کیفیت کار رو بیشتر بکنیم. ایستگاه‌های مشاوره و غرفه‌های مشاوره که الان مستحضر هستید محدود به مسیر طریق الحسین علیه السلام نمیشه. ایستگاه مشاوری که مشاورین محترم از قم، از مرکز مشاوره معوا که زیر نظر مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی واقع در قم، از اونجا دوستان تشریف آوردن. بخشی از دوستان در نجف اشرف مشغول مشاوره هستند و برخی از دوستانم در طریق الحسین علیه السلام و بخشی از دوستانم در کربلا مشغول مشاوره و خدمات روانشناختی خدمت زوار هستند. و همونطور که گفتم باز هم تاکید میکنم اینه که صرفاً در اینجا در حد یه راهنمایی و مشاوره به زوار که بتونیم یه راهنمایی بکنیم و اگر مواردی باشد که نیاز به بررسی بیشتر باشه و حتی نیازمند به جلسات درمان باشه، حتما ما ارجاع میدیم تا ارجاع کنن پس از برگشت از سفر و زیارتشون. انشالله ارجاع میدیم به مراکز درمانی تحت مشاوره باشن و بتونن مشکلشون رو انشالله به لطف و توفیق خداوند متعال حل بکنن.